میخواهید اون رو جنبش بدونید میخواهید انقلاب بدونید قیام بدونید یا حتی شورش مرگ شهادتگونه محسا امینی دو سال پیش در 25 شهری بر 1401 سرآغاز بزرگترین قیام بعد از انقلاب اسلامی بود در ردیف جنبش های ملی مثل مشروطه مثل نفت مثل خود انقلاب اسلامی قیامی که در همان شب قتل از بیمارستان کسرا شروع شد و در روز بعد به خیابان کشاورز تهران کشیده شد جایی که مردان و زنان شعار هجاب اختیاری میدادند برخی برای اولین بار روسری هاشون رو سوزوندند در همان روز در سقز هم زادگاه محسا برخی به خیابان ها اومدند و در روزهای بعد در عرض چند روز در واقع صد شهر ایران در تمامی سی و یک استان به پا خواستند قیامی که اگر تنها اون رو از بعد سیاسی بررسی کنیم به خطا رفتیم نمودهای اجتماعی این قیام تا امروز در خیابانهای ایران ادامه داره به همین دلیل میگم که این قیام از بین نرفته و رواست اینجا که از زبان محمود درویش بگم شاعر لبنانی جای خالی تو زیباترین حاضران است از اون پس رفتارهای اجتماعی مثل گیسوبوری مثل روسری سوزی وارد شیبه های اعتراضی و بیانی مردم ایران شد هشتک محصا با 275 میلیون بار بازنشر رکورد استفاده از یک هشتگ رو در توییتر شکست هنر اعتراضی مردم از جمله نقاشی از جمله ترانه پرفورمنس وارد دوران تازه ای شد جنبشی که داخل و خارج کشور رو با هم متحد کرد ایرانیان تورنتو برلین به موازات ایرانیان داخل به خیابان ها اومدند شعارهای این جنبش هم متفاوت بود صحبت از زن زندگی آزادی بود شعارهای پیشرو انسانی و زنانه برای اینکه بگم چقدر این جنبش این قیام این انقلاب این شورش هرچی تفاوت ایجاد کرد شما رو به جنبش های اجتماعی ایران از مشروطه تا امروز ارجاع میدم در 150 سال اخیر سابقه نداشته که جنبشی در ایران بدون حضور روحانیت شیعه بتونه موفق بشه بتونه حضور داشته باشه روحانیت شیعه همیشه یکی از پایه های های اجتماعی در ایران بوده در اواخر در این اواخر جمعش سبز نقشش کم رنگ تر شد ولی همچنان حضور داشت اما جنبش محسا نقطه پایانی بود بر حضور روحانیت شیعه در جنبش های اجتماعی ایران اپیزود های تاریخ جنبش های اجتماعی ایران رو با همدیگه مرور کنیم در مشروطه که بسیاری از روحانیون شیعه حضور داشتند در جنبش ملی شدن صنعت نفت آیت الله کاشانی یکی از رهبران بود در انقلاب اسلامی اصلا روحانیت شیعه پایه اصلی انقلاب بود جنبش اصلاحات به همچنین روحانیت شیعه در اون حضور پررنگ داشت در جنبش سبز نقش روحانیت شیعه کم رنگ شد و جنبش زن زندگی آزادی نقطه پایانی بود بر حضور روحانیت شیعه در جنبش های ملی این تنها خصیصه جنبش محسا نیست که تاریخ ایران رو به قبل و بعد خودش تقسیم کرده قیام 1401 یک انقلاب زنانه بود برای برداشتن باری تاریخی از دوش زن ایرانی بدون شک به همین دلیله که نشریه فوربز نام محسا امینی رو در ردیف صد زن قدرتمند تاریخ گذاشته گرچه خودش از نقشی که بر تاریخ معاصر ایران گذاشت بی اطلاع بود گاهی فکر می کنم که محسا جینا امینی چه روح پاک و بزرگی داشته که مرگش چه این تغییری رو رقم زده ملت ایران رو به تکاپو انداخته اگر خدایی وجود داشته باشه واقعا محسا رو دوست داشته ایران امروز دوستان در حال تغییره بزرگترین نمودش هم زنان هستند اونهایی که هم سن منند در دهه 60 به خاطر میارند فضای اجتماعی نوجوانی ما رو در دهه هفتاد و هشتاد خورشیدی چطور بود؟ باورتون بشه یا نه در اون سالها ما رو به خاطر داشتن آسین کوتاه می گرفتند زنان که جای خود رو داشتند ولی امروز مردان و زنان رو میبینیم که نسبت به حقوق انسانی هر شهروندی آگاه تر شدند بعد از جمعه محسا خط قرمز هجاب در ایران جابجا جا شد آشکارا مردم منظور مردان و زنان هستند همه دیگه وقعی به اون شعارها و اون استانداردهای حکومتی نمیدند این دومین تغییریه که جنبش محصا ایجاد کرده مردم آشکارا نسبت به آزادی همدیگه آگاه شدند نسبت به اهمیت آزادی آگاه تر شدند چه؟ حکومتی که آزادی پوشش شما رو به رسمیت نمیشناسه آزادی دیگر رو هم به رسمیت نخواهد شناخت، آزادی ارزشمندترین و پایهی ترین مفهومیه که بشر ماسر ساخته شما کشورها و فرهنگها و حکومتها رو میتونید بر اساس همین یگان مفهوم اصلا هم تفکیک کنید چه این آگاهی تباعتی هم داشته حکومت جمهوری اسلامی به نظر میرسه اکثریت مردم رو از دست داده امیدی هم نداره که این اکثریت رو دوباره بتونه باز پس بگیره این برای حکومتی ایدئولوژیک که در انظار عمومی و بینمللی به نمایش مردمی نیاز داره شکسته. این تصویر رو نگاه کنید دوستان دو سال پیش بسیار سر و صدا ایجاد کرد ولی امروز تبدیل شده به تصویری عادی از زندگی دختران در ایران جنبش زن زندگی آزادی در مرحله اجتماعی اینطور به پیروزی رسیده. امروز به نظر میرسه جامعه تکلیفش هنوز با خودش مشخص نیست امروز جامعه ایران در گسستی به سر میبره که برنده اون گسست وضعیت آینده سیاسی رو مشخص میکنه آیا جمهوری اسلامی موفق میشه ایرانیان رو نسبت به تغییر ناامید کنه یا آنچه امروز در خیابانهای ایران میبینیم نمودار آینده سیاسی کشوره آیا برای تغییر سیاسی خواست مردم کافیه؟ نه لزومن. لنین برای موفقیت جنبش های اجتماعی یک فرمول عالی داره. مخالفان نخواهند، موافقان نتوانند و حس از خودگذاشتگی برای خواست عمومی در میان مردم همه گیر بشه. به نظر میرسه مخالفان که همون اپوزیسیون هستند هنوز اندرخمه یک کوچند. مخالفت ها در میان اونها بیشتر از موافقت هاست باید از کنیم که حکومت مستقر هنوز میتونه و علا رقم همه فروپاشی هایی که داشته هنوز قدرتمندترینه و در میان مردم هم آن روح از خود و یا جان هنوز دیده نمیشه به صورت عمومی راستش بخواید باید بگم که هنوز دورنمای تغییر اساسی در ایران وجود نداره حداقل با توجه به گروه های سیاسی که در, در سپهره سیاسی ایران فعال هستند اپوزیسیون اپوزیسیون حکومت مستقر اپوزیسیونی که بیشتر در خارج کشور هستند اونها چنین دورنمایی رو برای ما ایجاد نمی کنند اما همزمان می دونیم که بسیار کم پیش اومده که حکومتی ایدولوژیک رو قیامی مردمی براندازی کنه معمولاً این نوع حکومت ها از درون خالی میشن و در یک برهه در یک زمانی که هیچ کس نمیتونه پیش بینی کنه فرو میپاشن